21 مهر ماه هست و یک خبر فضای رسانه بیروت رو تحت تاثیر قرار داد. اون هم حضور آقای دکتر قالیباف با این پرواز به بیروت، پروازی که خودش خلبانی اون رو گفته داشت. حالا این پرواز چه اهمیتی داره؟ اهمیتش به اینه که توی فضای آشفته منطقه و فضایی که رژیم صهیونیستی میخواد لبنان رو ناامن بکنه و به اهدافش برسه، حضور مقامات ایرانی بسیار معنادار تفسیر شده. یعنی چی؟ یعنی چند هفته پیش که آقای دکتر سید عباس عراقچی اومد و وارد بیروت شد، بسیار اینجا با استقبال مواجه شد و به معنای شجاعت مسئولان ایرانی قلمداد شد. حضور آقای دکتر قالیباف توی منطقه، حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، یکی از رؤسای سه قوه در منطقه، در فضایی که آسمان بیروت توی هر لحظه، توی هر ساعت یه دودی ازش بلنده، بسیار معنادار تفسیر میشه. اون هم چه معنایی؟ هم معنای شجاعت مسئولان ایرانی و هم ارادهشون برای مقابله با رژیم صهیونیستی. سلام آقای دکتر. سلام. آقا شما رو شما کجا دیدیم؟ شما اینجا تو بیروت توی زاهیه رفتید؟ ما یه 8 9 روزی هست. من شما دیدم زاهیه رفت و اینا آقای دکتر. خب آقای مهدی محمدی، مشاور آقای دکتر قالیباف، چرا آقای قالیباف این زمان رو انتخاب کردن برای اینکه بیان به بیروت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این زمان به حضور کسی مثل قالیباف در بیروت بیش از هر وقت دیگری نیاز بود. دشمن تهدید کرده بود که اجازه نخواهد داد هیچ اقدامی برای کمک به مقاومت، روحیه دادن به مقاومت، برای بازسازی سازمان رزم مقاومت انجام بشه. تهدیدهای متعدد از کانال‌های مختلف و از اون طرف ما می‌دونستیم که بالاخره از دست دادن یک مرد بزرگی مثل سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله، این با وجود اینکه به سازمان قدرتمند حزب الله حتما لطمه کاری اونجوری که مثلا این سازمان بخواد فلج بشه نمیتونه وارد بکنه، ولی خب روحیه رزمندگان اثر گذاشته بود و یک حسی ما فکر میکردیم که وجود داره و اون حس اینه که امت اسلامی کجاست، مقاومین و مجاهدین کجا هستن توی این روزای حساس، توی این شبهای سخت. ما نمیتونیم فقط بنشینیم از دور تو دفاتر خودمون پشت گوشی‌های موبایل خودمون، اونا هم ارزشمنده، ولی ما نمیتونیم فقط بنشینیم اونجا و ادعا کنیم که داریم از مقاومت حمایت میکنیم. آقای قالیباف تصمیم گرفت که بیاد بیروت. تصمیم سختی هم بود. تصمیم بود که هم باید مقدار زیادی هماهنگی راجع بهش انجام میشد، هم ریسک‌های متعددی رو باید می‌کرد. احتمالاً کسانی هم بودن که گفتن که این سفر خطراتی داره. لابد بودن، بله. دین باقر قالیباف به حاج قاسم سلیمانی، به سید حسن نصرالله، دین او به برادران و مجاهد شهیدش، این کسانی که تازگی شهید شدن و حالا ماها امثال من عکسشون و اسمشون رو تازه دیدیم، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، علی کرکی، ولی امثال قالیباف با اینا 40 سال زندگی کردن و
به قول خودش میگه حالا ما یه فرصتی پیدا کردیم برای برادرامون عزاداری کنیم. این هدف اصلی سفر به بیروت بود. آقای قالیباف به نظر من این جزء افتخارات اوست و خودش هم این افتخار رو برایش خودش قائله که میگه من از اون روزی که مقاومت تازه داشت شکل میگرفت، یک طفل نوپایی بود، کنار مقاومت بودم به اشکال مختلف تا این روز و امروز هم برای این آقایون من میدونم خیلی سخته که اینجا راه برن در فقدان دوستان خودشون، در فقدان برادران خودشون، تو بیروت قدم بزنن در حالی که سراسر رسول الله نیست. این کار آسون نیست برای این مردان جنگ دیده، جهاد دیده، ولی خب وظیفه است. گاهی شما باید اونجور که آقا فرمودن با قلب داغدار، با سینه آتش گرفته، ولی باید حرکت کنی، باید به وظیفتون عمل کنی. هدف این سفر این بود که به نیابت از حضرت آقا، به نیابت از ملت شریف ایران و به نیابت از همه اون جوانایی که من میدونم قلبشون میتپه که یه راهی پیدا کنن بیان بیروت. ما خیلی آقا خودمونم که تهران بودیم همین حس رو داشتیم، هر کی هم به ما رسید همین رو به ما میگفت که میشه یه راهی پیدا کرد مثلا بریم اونجا یه نقشی ایفا کنیم، یه کمکی بکنیم اینا. به نیابت از همه اینها برای روحیه دادن به مردم، برای ایستادن کنار فرزندان مقاومت و برای کمک به حزب الله و مقاومت به هر شکل ممکن، هر جوری که شما تصورش رو بکنید. خب البته از اون طرف ما یه مأموریت مهم سیاسی هم داشتیم. ببینید فتنه سیاسی که آمریکا و انگلیس الان دارن در لبنان میکنن و توطئه سیاسی و مذاکراتی که شکل گرفته دست کمی از فتنه نظامی و امنیتی که در لبنان هست نداره. دقیقاً. و آقای قالیباف یک مأموریت بسیار مهمی هم داشت برای اینکه سد کنه مسیر این فتنه گری سیاسی در مقابل مقاومت رو، تاکید بکنه که مقاومت لبنان از مقاومت غزه جدا شدنی نیست و جبهه مقاومت تا زمانی که دشمن در همه جبهه ها شکست بخوره یک پارچه باقی خواهد موند. این مهمترین پیام است که به لحاظ سیاسی در لبنان منتقل شد و بسیار هم جدی گرفته شد. چیه موضع حزب الله؟ موضع حزب الله اینه تا زمانی که در غزه آتش بس رخ نده در لبنان آتش بس رخ نخواهد. توی حاشیه این سفر چند تا هم گفتگو و مصاحبه اتفاق افتاد با رسانه‌های لبنانی و رسانه‌های منطقه. با المیادین الان مصاحبه کردن، الان هم دارن با الجزیره مصاحبه میکنن. این داخل مهمترین چیزی که می‌خواستید تو این سفر منتقل بکنید به فضای منطقه چی بود؟ من به فضای منطقه می‌خواستم اول بگم که همه امت اسلامی و مردم خلاصه پای کار مردم
لبنان و فلسطین هستم توی شرایط سخت و واقعا یه چیزی هم که دستگیر من شد اینجا با سابقه که از اینجا دارم و میشناسم و مخصوصا با گروه های مختلفی که از ادیان مختلف جریانات سیاسی مختلف و بسیار متفاوت، اون وحدتی است که واقعا امروز در مجموعه طوایف و ادیان و مذاهب در لبنان هست. من واقعا توی این بخشم خیلی امیدوار شدم، انشالله امیدوارم که خود این وحدت و انسجام انشالله بتونه ما رو به موفقیت انشالله برسه و مطمئنم که این خیر و برکت انشالله وجود. آخرین دیدارتون با سید کی بود؟ من آخرین دیدارم با سید در همین جا بود، سفری که اومده بودم سوریه اومدم. دیدم توی پیامتون نوشته بودید از اون روزگاری که سید سجده کرد بعد از اینکه اتفاقاتی براش افتاد، از اون روز ارزیابی وقتی میکنید، امروز که حالا یه اتفاقاتی برای حزب الله افتاده، بعضیا نگران حزب الله هست، الان حزب الله رو شما چجوری میبینید؟ هرگز، حزب الله روز روز مستحکم‌تر میشه. دلیلش اینه که هم از جهت ساختار و تشکیلاتی بسیار منسجمند و شما میبینید الان دارن در جبهه کارشون انجام میدن با یه آسیب جدی که بهشون وارد شده. این یک. دو، چون اینا باور ایمانی دارن و با یک باور دیگه ای که مبتنی بر سنت الهی است، دشمن فکر میکنه که اینا تموم میشن مثل خودشون. اینا خلاصه ریشهشون در آسمونه و پیش. فکر میکنید که قبل و بعد این سفر چه تفاوتی خواهد داشت؟ مهمترین تفاوت به نظر من اینه که ببینید حزب الله خودش رو پیدا کرد. اگه کسی تو ایران یا یه جای دیگه دنیای اسلام نگرانه که مبادا حزب الله مثلا ضعیف شده باشه یا فرو پاشیده باشه، این اطمینان خاطر رو باید از ما دریافت بکنه که اینجور نیست، چه بسا برعکسه. یک حزب الله جدیدی در لبنان داره ظهور میکنه. مهمترین دستاورد این سفر کمک به تسریع این فرایند جهشی در حزب الله، راست شدن قامت مقاومت قهرمان لبنان خواهد بود. اثرش رو در میدان انشالله همه خواهند دید و من فکر میکنم خیلی هم طول نمید. منظوری داشتید که خودتون هدایت این هواپیما رو به عهده گرفتید؟ دیگه ما معمولا اینطوری است، ولی اینجا دوست داشتم حتما خودم بیام به طور خاص که به هر حال اون فضای روحی و جبهه و اینا باشه. واقعا یه روزا اینجا پرواز کردم خودشم مسائل و مشکلات ما هر روز داریم میبینیم. با پرواز بازگشت با خودتونه یا نه؟ انشاءالله. ممنونم از شما. خدا قوتتون بده. 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 خدا ق